دوستان عزیز، علی رضا نوری زاده، قال نوری داستان، میشینه، سبزی پاک میکنه، داستان تعریف میکنه، ولی امروز نمیخوام زنگ تفریش کنم، هرچند بخش اول برنامه یه کچولو مقدمه زنگ تفریه ولی یه مبحثی روشون مطرح کرده که دیشب بچه برای من فرستادن، به صورت علنی این برنامه کاملا جدیه میگم فقط بخش اولش یک مقدار تنزگونه هست ولی بعدش خیلی جدیتر خواهد شد، به خاطر اینکه ایشون مبحثی اینو مطرح کرده در مورد اینکه آقا جان ما میدونیم که کورت ها ملتا فعلا نگیم که بتونیم ایران رو نابود کنیم بعدش حالا خیلی جالبه خیلی جالبه این آدم سالها میخواست بگه که نه من مثلا با ملت سازی و اینا مشکلاتی دارم اینا دیگه من گفتم تو برنامه‌م اینا که هم یواش دشمنیشونو با خود ایران علنی خواهند کرد از الان به بعد ایشون هم جز همونایی بود که در برنامه سعودی نشنا ما دیگه موامون سپید شده به جمهوری اسلامی هنوز سقوط نکرده اینا دیگه عقده برداشتن که جمهوری اسلامی باید سقوط کنه برای همین اینا میدونن که جمهوری اسلامی درست سقوط کردنش باعث نابودی ایران میشه ولی میگن دیگه مهم نیست برامون چون اصلا ایران هم میگه من چند سال عمرم رو تو ایران گذه اینا ذهنشون اینه نمیفهمن ایران یک مبحث بسیار فراتر از اینه که تو فقط نیازی فیزیکی توی زندگی کنی اگه ایرانی باشی هر جایی باشی اون بحث فرهنگ و پکیج فرهنگی ایران همه جا میتونه با تو باشه هویت ایران یک هویت اورجیناله و چه لذت بخشه که انسان داره یک هویت اورجینالی همچون ایرانی باشه ولی اینا میگم اگه ما چند ساله تو ایران من نوری زاده 25 سالم بوده از ایران اومدم بیرون بیشتر عمرم الان 40 خورده ای سال این ور گذروندم از 60 سال و 60 سال و 70 سال عمری که خدا بهم داده از هفتاد سال عمر سه سال این ور بودم 26 هفت سال اونور بودم این ذهنشون اینه و خیلی جالبه این آدم هر هفته تقریبا هر هفته به من حمله میکنه و هر هفته همون جمله تکراری رو میگه این صحبتش رو دقیقا بهتون بگم برای کی بوده اجازه بدید بهتون بگم مال هفته پیش بود دوباره به من حمله کرد فقط میخوام یه نشون بدم که یه <تصفیح> <تصفیح> خورده اولش تنزگونه جوابشم هم نمیخوام بدم هفته شهریور یک شنبه هفته شهریور دوباره این ویدیو به من حمله کرده وش که هر سنی هم یعنی هم چه عقده اینا از من دارن همشون هم وقتی که تو استدلال و منطق سیاسی سی من کم میارن بخش قابل توجهی از این اپوزیسیون که معذرت میخوام سرش تو رنگ شورتای منه من این اینا کلاشون رو چرا همش تو شورت من میکنن این جدی دارم بهتون یکیش هم این نوری زاده همهش همش سرش تو این شورت من و رنگ لباسم و چه میدونم این انگشتر دستم و اینا نمیدونم چی بگم واقعا ما این سنش 70 سال یعنی ما چیکار کردیم با این جماعت گوش نوز. اینا رو من میشنوم شروع میکنن فعالیتی میکنن من نمیدونم ندیدم که به رضا پهلوی یا به شبانو حمله بکنن نمیدونم شما شاید دیده باشید ولی من بدون دلیل افراد رو زیر سوال نمیبرم باید مطمئن بشم واقعا این, این نیست البته جمهوری ولایت نوکرانی داره خیلی آشکار اون پسرکی که تو سوئد بود و روزای اول که می اومد خیلی خنده بود قیافش درست مثل این معتادای گوشه خیابونا و اینا و کم کم به قول یک از دوستا من یادش دادم و چی... تو یادم دادی با اون قد کوتاهت که هنوز نمیتونی کراوات ببندی دیگه رو ما گفتیم ولش کن بگو جلبا با میشه کراوات بزنه انگشته رو ساعت دستش بکنیم کم کم یاد گرفتیم خود بعد چه مزخرفاتی حالا از اونجا فرار کرده ظاهرا در کاناداست و چرندیازش شم... هم, هم خیلی خوب میدونه من جزیره قناری خیلی خوب میدونه انقدر این میسوزه من تو جزیره قناری ها. هی تو ذهنش میخواد به همه این کاناداست چون بهش فشار میاد علاوه روحی روانی چون میدونه که تو لندن خیلی ها جالبه من دیروز به دیروز تو یوتیوب همینجوری سرچ میکردم دیدم کلی از اینایی که مثلا انگلیسی هستن و مثلا همه خونه زندگیشون لندنه مثلا با افتخار نوشتم ما الان خاص داریم توی مثلا چند سال این جزایر قناری زندگی میکنیم فخ فروشی میکردن برای مثلا خانواده انگلیسی خودشون تو انگلیس خودش میدونه تو انگلیس همه آرزو دارن تو جزایر قناری زندگی کنن برای همین اینو نمیتونه هضمش بکنه با اینکه میدونه من جزایر قناری هم هر سری میگه کانادا 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 باشه من کانادا هم. میبینی دیگه خریدار نداره اولش مردم برای کسی که هو میزنه خب میان یه نگاهی بکنه بیان که داره هو میکشه بعد کم کم میفهمن که این آدم خود چونه آدمی که قاسم سلیمانی رو میگه آریو برزن و... در رو بلای قاسم سلیمانی در رو برای خانوادش تو سر تو خانوادت بخوره بعد اگه من قرار بود یه هو بزنم همه بیان نگاه کنن که خب میرفتن پس این هوه پشتش استدلال بوده آقای نوریزاده که لحظه به لحظه مخاطبان من بیشتر شدن مخاطبان تو هم همونی که بودن بودن ریزش کردن پس اینجا پشتش استدلال وجود داره یادش میره که در چقدر کشورهای منطقه این آدم کش نه یادش میلی. قاسم سلیمانی قاسم سلیمانی میشه قهرمان قاسم سلیمانی قهرمان هست نه قاسم سلیمانی قهرمان نیست رضا دماغ تو قهرمانه بن سلمان تو قهرمانه کسی که بلند شده مردم منطقه رو نجات داده از داعش صرفا قهرمانه قهرمان ارژیناله آیا آدم چه باید بگذارید یه پیام شفاهی بود خب. اینش مهم نبود میخواستم همین فقط بگم چه عقده این از من داره هر هفته حمله 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 که من دیدم اینا حمله که گفتم اصلا ارزش نداره جواب بدم تا دیشب این یه غلط زیادی کرد که این غلط زیادی دیگه دیدم که نمیشه رها کرد باید این غلط زیادی شد در حقیقت بررسی کرد خیلی جالب بود این غلطی که این کرد اجازه بدید که من در حقیقت اینو بیارم اینجا بله این خیلی جالبه این اصل برنامه اینجاست تا الان اینایی که گفتیم مقدمه بود اینجا رو گوش کنید خاص حالا یه سوء تفاهمات کوچکی وجود داره که به نظر من اصلا مهم نیست راجبش چونه بزنیم میتونیم بعدا راجع بشه یکی این کلمه ملت مردم ایران در طول این سالهایی که واژه نیشن و کلمه ملت درست شده به این نقطه رسیدن اکثریت میگم من, من هیچ وقت رجوع همه حرف نمید. که ملت ملت ایرانه و اقوام ایرانی و گروه های مختلف فرهنگی و... اون کسی که کنارش نشانه خالد عزیزیه اگر نمیشتید ایشون دبیر کل حزب دموکرات کردستانه دموکرات کردستان ما دو تا دمو ببین شما دموکرات کردستان بعدن دعواشون شد دو بخش شدن دموکرات کردستان دموکرات کردستان ایران این دموکرات کردستانه یعنی دموکرات کردستان دیگه اصلا دیگه رسما و علنا به این دموکرات کردستان ایران میگه که نام ایران باشه خر کنیم اینا میگن نه اصلا ایران هم دیگه مهم نیست نام ایران نباید باشه ما علنی بعد از الان بگیم تجزیه طلبی این اون جزء اون دبیر کل اون جریانه حزب دموکرات کردستان نژادی و مذهبی و همه اینا اینا جزئی ای از این ملت بزرگ در کنفرانس در جایی دیگه وقتی میشنم که صحبت از ملت کرد ملت عرب ملت ترکینا میشه در مردم این بدگمانی رو ایجاد میکنه که رژیم به بهترین وقتی ازش استفاده میکنه که اینا تجزیه طلب نگاه کنید دارم میگم اینجا حرف درستی داره میزنی نورزاده زده حالا آن خیلی جالبه میگه که آقا جان شما ها از الان دارید میگین من ملت کردم ملت فلانا مردم روش حساسن و نظام ایران میاد از این استفاده میکنه امید که مأمور نظام ایرانه این میاد دیگه هوچیگری میکنه که آقا میخوان ایرانو تجزیه کنم تا اینجا درست حالا ادامهشو گوش کن تا بدونی که ما هوچیگری نمی کنیم که آقا میخوان ایرانو تجزیه کنن به صورت جدی دنبال تجزیه ایران هن. و خود نوری الان اعتراف میکنه تا اینجا حرفش درسته حالا ادامهش ملت میدونیم که های ملت هن. چی شد؟ حالا میگفتش که آقا نگی ملت کرد و ملت عرب اینا مردم روش حساسن ولی میگه ما طبیعتا میدونیم ملت کرد یک ملت هن. گوش کن اینجا رو ولی نگاه میگم ملت ما طبیعتا میدونیم که کرد یه ملتن این رو من از نظر معنوی دارم میگم از نظر این میگم که آقا مگه چشممون نمیبینه همسر خود من کرده همسرش کرده الان همسر منم هم آذریه حالا من به عشق همسرم هم بیام بگم ملت ترک آذربایجان چون همسرش کرده کردستان شدن کردا شدن ملت جدا دیدی؟ تا الان میگه نه بعد ملت ملت کنی بعد میگه البته ما طبیعتا میدونیم که کردها ملت هن. همسر خودم هم کرده حالا ادامه ادامهش جالب تر میشه من نی... می... آقای نوری زده از من بدت میاد همچنان گیر تو انگشتر و دستبند و ساعت و تیپ منه به خاطر چی؟ به خاطر که حریف استدلال ها و این وطن پرستی من نمیشی آیه نوری زده. من شما رو متهم نمی کنم شما یک وطن فروشی شما یک خائن به وطنی یادت باشه تو یک خائنی یک وطن فروشی دهنت هم وقتی میخوای قاسم سلیمانی رو صدا بزنی اول یه آب بکش نام بزرگ قاسم سلیمانی ها که تمامیت ارزی این مملکت رو حفظ کردن از دهن شما کسافت های وطن فروش بسیار بسیار گنده تره در حدی نیستید که نام این بزرگان بر زبان بیاری کسی هستی که همونایی که بهت پول میدن برای رسل درست کردن در تحلیل تو که میخواستن تگزی و تحلیلت کنن در استخبارات عربستان از تو به عنوان نوریل کذاب یاد کردن یادت باشه حتی اربابات میدونن تا نوریال کذابی ما میدونیم طبیعتا کرد ها حالا انامش میگم از ان نظر این میگم که آقا مگه چشممون نمیبینه همسر خود من کرد خوشبختانه چشم ما چون خوب میدید که جل شما اپوزیسیونه تا مغز استخان خائن ایستادیم پدرتون هم در بردیم. اگه ما یه هوی بودیم هایی بودیم که سری می رفتیم اصلا با یه های هو که آدم نمیمونه که انقدر که استدلال های قوی داشتیم روز به روز رشد کردیم به خدا ده. من میدونم تاریخ کرد رو کردستان رو میبینم ظلمی رو که در جنگ جهانی شد به کرد ها می دونم آقاین حوادر رضا پهلوی گوه ظلمی که به کرد ها در جنگ جهانی شد جنگ جهانی آیا خامنه ای بوده خمینی بوده جمهوری اسلامی بوده منظورش چیه ظلمی که به کردها تو جنگ جهانی شد دقت کن دستان رو میبینم ظلمی رو که در جنگ جهانی شد به کورت ها دو... در جنگ جهانی چه ظلمی به کردها شد بذارید براتون بگم یه عده از شمال جنوب به اسم شوروی و انگلیس این مملکت رو تصرف کردن بعد به جایی که ماها با هم متحد شیم کشورمون رو نجات بدیم یه عده به اسم کرد و ترک از این فرصت استفاده کردن رفتن شدن مزدور یکی از این اشغال کنندگان به نام شوروی اینقدر وقیق بودن حتی به اسم ملت ترک و کردی که برای خودشون درست کردن لباس ارتش سرخ شوروی رو پوشیدن و در شرایطی که ما باید می جنگیدیم کشورمون رو نجات بدیم اینها آذربایجان و بخشی از کردستان رو جدا کردن ایشون که میگه ظلمی که شد به کردا منظورش آقای قاضی محمده که اعلام جمهوری خودمختار مختار مهابات میکنه و لحظه ای که اعلام تجزیه رو میکنه و اعلام جمهوری مهابات میکنه حتی با لباس کردی این کارو نمیکنه با لباس ارتش سرخ شوروی میکنه به یاری ازا یک سال یک سال اینا جدا میکنن ایرانو چیزا آذربایجان و کردستان یک سال بعد در سال 1000 321 آذر ماه 1321 در 25 آذر آقای تیمسار رزمارا با خود محمد رضا شاه عملیاتی رو انجام میدن و آذربایجان رو نجات میدن و میرن کردستان هم نجات میدن و زمینه خاک مقدس ایران دوباره میکنن و رهبران تجزیه طلبی که یک سال ایران رو جدا کرده بودن تجزیه کرده بودن و کسانی که کردهایی که به دنبال ایران بزرگ بودن میخواستن جدا نشن و اعدام کرده بودن محمد رضا شاه به دستور محمد رضا شاه تیم سار از را آقای قاضی محمد و دو برادر چموشش که اون دوتا برادرش خیلی جالب بودن روسیشون از <applause> کردیشون بهتر بود اینا رو اعدام میکنه آقای نوریزاده اینجا میگه ظلم کردید به کردها که رهبر تکزی طلبوار رو اعدام کردی به خدا یه ایران قسم هزار بار دیگه قاضی محمد به دنیا بیاد برای ما فرقی نداره 1321 که نه یا 1400 یا 1450 یا, یا 1500 هر سالی باشه هزار بار دیگه قاضی محمد ها دوباره سر در بیانن از خاک هزار بار دیگه همون بلایی رو سرشون میاریم که در سال 1321 آوردی بایه نوری ولی جالب اینجاست در اینجا میگم شما ها دشمن خود ایرانین تا اگر دشمن جمهوری اسلامی هستی مثل من یادت بدم من این پولا رو چرا بهتون میدن برگرد ظلم به کردها رو که میخوای بیان کنی بندازش تو کانتکس بعد از سال 50 هست بنداز در کانتکس بحث قاسملو فلان آقای شرفکندی بحث رستوران میکنوس آلمان اینجور بحثا رو مطرح کن که بگی آقا جمهوری اسلامی به کردها قرارا میگفتم اون جمهوری اسلامی به کردها اچاف کردن من بهتون گفتم گفتم اینها دشمن خود ایرانن. دیگه نمیگه جمهوری اسلامی فقط به های چاف کرده کلا داره بحث میکنه داره میگه ایران به های چاف کرده در که کردها خودشون اصل ایرانی هن. ولی این داره میگه ایران جنگ جهانی رو میاره بیان میکنه که اصلا نه خامنه ای بوده نه خمینی بوده نه جمهوری اسلامی بوده اینجاست که ما به جوانا گفتیم دشمنی اینا خلاصه نمیشه با جمهوری اسلامی اینجاست که من فوکل کراواتی تاجگوشه کتم انداخته طرفدار جریان پادشاهی رو مجاب میکنه از صفوف این براندازان خائن خارج بشم بیام در کنار آقای خامنه ای بایسم. چرا چون به این نتیجه میرسم که آقا اینها دیگه دشمن جمهوری اسلامی نیستن صرفا دشمن هر آن چیزی هستن که به اسم ایرانه مگر چرا چه دلیل داشتین بگه به ها تو جنگ جهانی اچاف شده چه اچافی شده کسی که خیانت کرده اینجا خود محمد رضا هم زد خاک بر سر شما هاک بر سر تو رضا پهلوی که بابای تو رو هم داره میزنه تو با اینا هش رو نش داری این حقیقت داستان با همه داره میدونه حالا این اینجاش هم بحث م... نیست ادامش مهمتره ادامش مهمتره دستان رو میبینم ظلمی رو که ببین نوری جنگ... میخوای نقد کنی نقد جدی ببین من نیومدم الان بگم که تو بلد نیستی کراوات ببندی هنوز با این سن و سالت نقد محتوایی دارم میکنم برای همینه که مخاطبان من هر روز بالا و از حسادت داری میترکی یه جهانی شد به کورت ها میدونه همه داره میدونه ولی میگم آیا برای اینکه واقعا مردمی که شما رو دوست دارن و پشت سرتون هستن این تزلزل درشون ایجاد نشه برای مدتی برای مدتی این واژه ها کنار گذاشته بشه ای پدر سک ای بیشرافت فهمیده چی شد میگه که شما میگید ملت کرد ملت عرب فلان ما که میدونیم شما ملتید ولی اگر بشه برای مدت اینا رو نگید که حساسیت به وجود نیاد که ایران رو نابود کنیم این شاهکار این هست اصلا باور نکردنیه این تزلزل درشون ایجاد نشه برای مدتی این واجه ها کنار گذاشته بشه ما به اون اصل وحدت کنیم که بتونیم واقعا با هم مشترکن کار کنیم و جذابیت برای مردم داشته باشه چرا نباید مهاباد و سنندج بشه مرکز آزادی ایران از اونجا همه آغاز کنید حالا حرفشو داشتید که شما میگین ملت کردینا مردم حساسن قربونت برم ما که میدونیم شما کردا ملتید ولی اگر میشه برای مدتی اینو نگید که جذابیت ایجاد بشه که بتونیم جمهوری اسلامی رو برانداز کنیم بشه مهمون مهاباد و سنندج بشه مرکز حالا اینا اسمشو میذارن آزادی یعنی مرکز نابودی ایران دیدی آقای نوریزاده ما های هوی نمی کنیم. دیدی آقای نوریزاده قربت برم دیدی دیدی شما پدر سوخته هستید دیدی بیناموسی دیدی بیشرافتی دیدی خائنی دیدی وطن فروشی داری میده دیدی این شما آخه جریان دموکرات کردستان اینا یک تندن همین نوری زاده چون با مصطفی هجری دوسته رفت به اونا آقا جان شما باید یه چیزی ایران ایران کنین همه حساس نشن همین علی جوان مردیه تای تجزیه طلب رو نگاه کنید الان میشینه کنار شهرام همایون اینا به این نتیجه رسیدن اگه خیلی تون بگن تجزیه تجزیه نمیتونن یک اجماع عمومی برای نابودی ایران به وجود بیارن افتادن دوباره تو پروژه قورباغه پس قورباغه پس قبلا تو برنامه هم گفتم ولی الان خیلی وقت نگفتم برای مخاطبان جدیدمون در کشور شرق آسیا قورباغه میخورن قورباغه رو زنده بعد بپزن مون اگه شما قورباغه زنده رو بندازید تو آب جوش میپره میاد بیرون برای همین تو آب خنک میزنن زیرش آروم آروم روشن میکنن قورباغه میگه آب خنک داره حال میکنه آب آروم آروم گرم میشه و به جوش میرسه قورباغه وقتی که میفهمه که آب داره گرم میشه تا میخواد بیاد یک جهش کنه به بیرون میبینه که دست و پاهاش پخته دیگه توان پریدن بیرون قابلمه رو نداره برای همین به این قضیه میگن حالا در دنیای سیاست میگن قورباغه پس. اگر الان بیاد به شما بگه کردستان میخواد جدا شه ما ملتیم انگار سوزن کردن تو گوشت بدن شما سری بالا میشه آم چه خبر چی شد ملت جدایی کردستان سوزن میزنه ولی برای نه ما نمیخوایم جدا ما یه حق حقوقی داریم ما ملت ما مردم کردستان ما ایران رو قبول داریم میخوایم زیر نام ایران اینا ما یه حق حقوقی داریم فلان آروم آروم بعد بحث میکنن نمیفهمی چه خبره هر گفتمان قومی به شدت باید سرکوب بشه به شدت باید سرکوب بشه پشت هر حرف اینا حتی اگر به ظاهر تجزیه طلبی نیست باید به سرکوب بشه به خصوص جریان در کردستان آذربایجان هر حرفی آقا آموزش ما همون میان مدرسه تا هفت سالگی آذری خوندن ترکی خوندن کردی خوندن عربی خوندن میان تو مدرسه نمیتونن فلان بیایم یه آموزش زبان مادری کنیم به شدت بعد سرکوب شه. آموزش زبان مادری نداریم من میگم زبان مادری ها دقت کن خیلی از این عزیزان میهن پرست ما آموزش زبان مادری یا کوتاه اومدن منم قبلا یه کوتاهی اومده بودم بعد اینم نه اینا میان جلو آموزش زبان مادری کوتاه بیای فردا میگن آموزش به زبان مادری یعنی شیمی و ریاضی هم به زبان کردی و ترکی بخونیم آموزش زبان مادری یعنی اینکه آقا ما در کنار دروس دیگر یه کلاسی داشته باشیم برای زبان قومی خودمون از همون ابتدا باید جلو تمام این بحثا رو گرفت الان هم دارم به جمهوری اسلامی میگم اگر جمع نکنین این لباسای قومی رو جمع نکنی جلو این بچه بازیهایی که آقا رسانه استانی گذاشتی هر کی به زبان خودش و اینجور مسخره جلو اینا رو نگیری سرنوشت جنگ های قومی افغانستان رو در صد سال آینده در کشور خود من نمیگم الان حالا حالا این چیزها اتفاق نمیده ولی اندیشکده‌های های جریان ابری عربی غربی در سرویس های جاسوسی دارن گسترده رو این حوزه کار میکنن برنامه حوصله انگلیس هم حوصله داره نه سال دیگه نه ده سال دیگه نه 20 سال دیگه برنامه رو برای صد سال آینده دارن میچینن جنگ های امروز افغانستان جنگ های مذهبی نیست جنگ های قومی است بخش قابل توجهش گرفتار جنگ های قومی مثل افغانستان و حتی سوریه بخشی از جنگ های سوریه هم از ابتدا مذهبی نبود یک بخشش جنگ ها واقعا جنگ های قومی بود درگیری ها و اختلافات قومی بود اگر این یک دستسازی قومی رو در ایران انجام ندی ندی به سمت همگون متاسفانه من همینم به سمت بومی کردن این طرف اگر تو آذربایجان به دنیا آمده تو آذربایجان سربازی بره اگر تو بانک کار میکنه تو شعبه بانک آذربایجان کار کنه به این میگن بو میسازی باید بری به سمت هم این کار و خوشبختانه ما در دوران 50 ساله محمد رضا شاه و رضا شاه به درستی داشتیم انجام میدادیم بحثای تجزیه طلبی در دوران شاه واقعا کم رنگ شده بود بعد از اتفاقات 1320 به این سو محمد رضا شاه تو این زمینه آقا باید اعتراف کنیم خیلی موفق تر از جمهوری اسلامی عمل کرد خیلی موفق تر از جمهوری اسلامی عمل کرد همین محمد رضا که خیلی یار بهش توهین میکنن همین جلوی گسترده شدن مساجد سنی رو گرفت برید آمار بگیرید ببینید مساجد سنی در دوران محمد رضا بیشتر درست شده یا جمهوری اسلامی مثلا غیر قابل مقایسه است ده ها برابر در زمان جمهوری اسلامی به خاطری که متهم نشه به بحث مثلا مذهبی و قومی و اینا هی hey, باج داره جمهوری اسلامی فقط داره به این بحثا باج میده و اینجا ما با این جونورا طرفیم دیدی جونورا جونور دیدی چی گفت خب ما که میدونیم شما ملت کردید فعلا نگید حرف حسابش این بود باید تمام گفتمان های قومی جلش گرفته بشه با قدرت اینا نه بحثه تنده نه بحثه با سالها روی این قضیه کار کردم کتاب ما و تجزیه طلبان من چند سال پیش چاپ کردیم در لس آنجلس همه اینا رو مطرح کردیم بسیار بحث خطرناکیه با یسی جلو این قضایا گرفته بشه قربونتون برم دمتون گم که این برنامه رو توجه کردید من وقتی بحث قومیت و اینا چیزا که میشه واقعا به هم میزنم واقعا اینا خطرناکن علیرضا نوری زاده واقعا عنصر خطرناکیه اینی اون عنصر خطرناکیه داره یادش میده داره یادش میده میگه ما میدونیم شما ملتید فعلا نگید که بتونیم اجماع ایجاد کنیم مردک پلشت قرومتون برم شب روزگار خوش ببخشید که یکی دو جا از کنترل خارج شدم آینده ایران و بدرود, بدرود.